برنامه تعاول ما محمد نصیر فیض بیت فقم کارم برنامه هستم قسمی که بیشتر گفتم آب یکی از فکتورهای جدی دیپلماسی کشورها در 20 سال بعد خواهد بود افغانستان دارای منابع سرشار آب شیرین است و یکی از استثنایی ترین جغرافی های است که در دنیا سرشارترین منبع را داره که کشورهای زیادی از این منابع تغذیه میکنن و منازعه آبی هم یکی از چالش های بسیار جدی در برابر حکومت افغانستان همواره بوده بحث منازعه آبی با ایران بحث مناظه آبی با پاکستان و بخش کشورهایی که در آسیای میانه هم هست یک مقدار خالی از این مشکلات نیست آیا 20 سال بعد که پاکستان شدیداً با آب شیرین نیازمند میشه افغانستان خواد تانست از آب شیرین خود مدیریت درست بکنه و به عنوان نفت سانی یکی از منابع مالی خود استفاده کنه و مدیریت درستش کنه و یا ای که به عنوان یک تهدید این منابع برای افغانستان مثل معادن که امروز به عنوان یک تهدید به کار میره به کار خواهد رفت آیا آب شیرین افغانستان یک فرصت برای آینده مالی یا تامین منابع مالی افغانستان خواهد بود و یا به عنوان یک چالش برای ناامنی و برای بیثباتی در افغانستان محور بحث امشب ما روی این نقطه است و بحث که تای آخر رئیس جمهور غنی در سفرش به ایران از مسائل منازات آبی با ایران مطرح کرد کشور ایران جدا تلاش دارد تا بحث منازعه آبی افغانستان را با توجه به شرایط موجود تای موافقتنامه نامه دو جانبه کابل تهران حل بکنه اما حکومت افغانستان تا به حال آماده از این نیست و مشکلات هم در ارتباط وجود دارد. بحث منازعه ما با پاکستان افغانستان یکی از مباحثات پرچالش همچنان تا هنوز پا است. که در بحث با ما هستند جناب آقای دکتر نجیب آقا فهیم استاد دانشگاه و محقق مسائل آب دکتر سردار محمد رحیمی استاد روابط بین و انجینیر سب زکریا زکریا عضو کمیسیون امور بین مجلس نمایندگان میمار خوش آمدید میگیم بس را فهیم میخوایم بکنیم آقای فهیم میشه که کم ابتدا بگوییم که منازیابی ما در کجاست چقدر امکانات داریم با چی چالش ها با چه فرصت ها بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت شما میوان های عزیز برنامه و بیننده های عزیز در ارتباط جواب شما بیتری است که از شروع بکنیم که چرا و یک, مشکل کم بود آب یک مسئله جدید دنیای امروز تبدیل شده امروز وقتی که آدم آماری سایه را بررسی میکنه نشان دهنده دی از این است که 97.5% 5 فیصد از آب موجود در کره زمین آب شور است که به دلایل مختلف برای مقابل استفاده نیست 2.5% فیصد باقی مانده از آب موجود در کره زمین آب شیرین است از این 2.5% فیصد آب شیرین 70% فیصد از ایره قله های یخی در, در, در تشکیل میده و سی فیصد از هم آبای زیرزمینی است بناهن آب موجود در کره زمین که بقای حیات هفت میلیارد انسان با سایر جاندارا وابسته به او, او است چیزی کمتر از یک فیصد است سفر اشاریه سی فیصد است مشکل دیگه که در این عرصه پیدا میشه از لحاظ زمانی و مکانی منابع آب توزیش نامتوازن است اگر به کشور خود ما و شما توجه بکنیم ببینین بیشترین مقدار بارندگی را ما در فصل زمستان داریم در فصل زمستان که به آب نیاز کمی وجود دارد. اما در های تابستان و خزان اصلا هیچ بارندگی وجود نداره از لحاظ ای از لحاظ زمانی از لحاظ مکانی در سطح کشور سالنگ شمالی بیشترین مقدار بارندگی را داره که به اساس ایسایی که از گذشته بجا, بجا مانده میزان متوسط بارندگی در سالنگ شمالی بالاتر از یک هزار میلی متر است اما وقتی که به جنوب غرب افغانستان ما, ما شما نگاه, نگاه میکنیم با وجود دشت های مسطح و اماری که هست از از دشت مارگو گرفته تا بکوا و ریگستان قندار و دشت های هلمند مقدار بارندگی در اوجه معمولا در بین 50 تا تا 70 میلی در سال است این به شکل نامتوازن است از این ای مثلا امیدو در سطح جهان آم است فرضن کانادا بیشترین منابع آبیاری نداره اروپا داره بعد از روسیه داره متاسفانه در کشور ما در موقعیت جغرافیایی که قرار داره در مجموع این از لحاظ اقلیمی خشک است حتی ما با این می تصورم که کشور ما یک کشور پر آب است ما نسبت به همسایه های خود آب فراوان داریم ما با این می تصور تصورم یک مقدار مشکل دارم اما ما با آب شیرین داریم به خاطر ازی، دی... ما دمی مورد میخوام یک مقدار توضیح بدم به خاطر ازی که در مجموع مقدار بارندگی سالیانه در کشور ما در گذشته 50 سال پیش 300 میلی متر تا 301 میلی متر بود آل به 250 میلی متر پیدا کرده عین وضعیت کشورهای ایران هم داره پاکستان نسبت به مقدار بارندگیش نسبت به ما نسبت به ما بیشتر است اما چیزی را که ما, ما را کشور ما را متفاوت می سازه با کشورها با کشورهای همسایه او ده ای است که کشور ما یک, یک،, 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 یک، تقریبا جغرافیای کوهستانی کوهستانی دارد اینمی بارندگی های سالانه که در کشور ما صورت میگیره به دلیل در ارتفاعات بیشتر از بیشتر از 2000 متری به شکل برف صورت میگیره و این مزیت بر ما بار میاره برای کشور ما بر جغرافیایی که ما در زندگی میکنیم بار میاره که وقتی که به شکل برف فرود آمد ای به یخ تبدیل میشه ذخیره میشه امکان ازی این بر ما میسر میشه که با با گرم شدن هوا به صورت تدریجی یخچاله ها و ذخایر برفی, برفی ما آب شه وارد به سر رودخانه ها شه و امکان استفاده تدریجی در فصل های تابستان و خزان بر ما میسر بسازه این ما از لحاظ مقدار بارندگی تفاوتی با کشورهای همسایه خود نداریم تنها تفاوتی را که وجود داره فقط کویستانی بودن کشور ماست یک امتیاز. یک امتیاز است نسبت همسایه چیز دیگه که در این مورد قابل یادآوری است است که در سالهای گذشته تغییرات اقلیمی دنیا را با یک مشکل بسیار جدی مواجه ساخته تغییرات اقلیمی سبب شده که حتی بعضی از سیاست مدارای علمای و دانشمندای روابط بین الملل و سیاست, سیاست بین الملل سیاست حتی باستعریف بکنند در روشنی تغییرات اقلیمی یکی از دانش دانشمندان بسیار با سراحت میگه میگه سیاست در جهان امروز عرصه منازعات ناشی از تغییرات اقلیمی است بنابراین در قرنی که ما بس بسر, بسر, بسر میبریم تغییرات اقلیمی همه چیز تغییر داده چرا تغییرات اقلیمی باعث, باعث وقوعی تغییرات بنیادی و اساسی شده بخاطر از که تغییرات اقلیمی شکل بارندگی رو تغییر میده ما شما امسال سال گذشته شایدش بودیم هرچند تحقیقات جدی در در کشور ما صورت صورت نگرفته در گذشته معمولا شاید برفباری های بسیار سنگین از شروع ماه جدی تا, تا به واسط ماه ما در, در, ما در, 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 ما در در کل, کل وضعیت چی است آب یک نیاز جدی است و آب شیرین جدی تر از بلی بلی. و دولت ها قسم شما گفتین سیاست گذاری هم بیشتر بر مبنای نیازمندی های دولت بلی. ها تعریف میشه بلی. چقدر افغانستان در ابتدا چقدر آب یک موزل جدی بین المللی به یک موزل جدی بین المللی تبدیل خواهد شد و موقعیت افغانستان با توجه به که شما تعریف کردین بله. با اونان یک فرصت است یا با اونان یک چالش؟ ببینین اه ما،, ما گفتم که در مجموع, در مجموع افغانستان در قاره آسیا موقعیت داره قاره آسیا در مجموع 60 فیصد نفوس دنیا را در خود جای داده اما سهمش از منابع آبی در حدود 36 فیصد است بنوان ما یک در یک قاری خوش قرار داریم باز در قاری آسیا شرق میانه آسیای میانه جنوب و آسیا خوشکترین ها است باز ما 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 دا 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 وسط دا وسط دا. قرار, داریم مطابق ایسای یک سازمان ملل در آخر منتشر ساخته فیرست ده کشوری را که با کمبود جدی منابع آبی مواجه هستن منتشر ساخته در فیرست متاسفانه بازم سی کشورش در مجاورت و همسایگی ما قرار دارد یعنی ترکمنستان، ازبکستان و پاکستان. هرگاه این فهرست به 20 کشور افزایش پیدا بکنه، ایران و افغانستان هم شامل از این فهرست میشه. بنابراین ما در یک جغرافیایی به دشوار قرار گرفتیم. حالا ای که شما پرسیدین که آیا فرصت است تهدید ببینین بستگی به ای داره که که ما ما از این بنوان فرصت استفاده بکنیم بستگی به توانایی ما داره از این بنوان یک فرصت استفاده بکنیم یا ای, را ای و, اگر استفاده درست به عنوان فرصت کرده نتانیم متاسفانه که یک تهدید است و, و ابزار مداخله میشه این برای برای بسیار زیاد تشکر بسیار زیاد شکر. ما ما ارجنت ها داریم به عنوان ابزاری که بتونه مشکل ایجاد کنه ما تلاش های بسیار جدی کردن تماس های مکرر با وزارت انرژی واب گرفتن طبیعتاً باید یک نماینده وزارت انرژی و آب باید پاسخگو می بود چون یک بحث بسی بسیار جدی است اما متاسفانه با تماس های بسیار مکرر هم اونها حاضر نشدن در بحث شرکت بکنن و اما چوکی از اونها خالی ماند و بحث که کرده اقل اونها با اونها یک نهاد مسئول باید ارائه می کردن همشان اه اه بیجاب ماند از زکریا شما نماینده مردم هستین طبیعتاً یک چیز بسیار مهم هم بر شما هست و قسم که پیشتر گفتم موضوعات را که جناب آقای فهیم تشریح کردن از اهمیت ها و از به یک فرصت یا به یک چالش و چیزایی که در عرصه روابط بین الملل در حال تغییر است بیشتر مبتنی بر تغییر اقلیمی اونها توضیح دادن اما بحث منازی آبی ما مشخصا با ایران و پاکستان تا چه حد جدی بوده و چقدر در جلسات متعدد پارلمان افغانستان روش صحبت شده بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و جناب دکتر صاحب و جناب دکتر سیبرهیمی بین دوی تلویزیون آریانا. و من مشکل آب آشامیدنی یا آب شیرین در دنیا یک مشکل جهانی است. در سراسر دنیا ای احساس ساز میشه. مخصوصاً با گراف رشد غیر کنترل شده کشور کشورها در بعض های تعداد بسیار جدی است. با تأسف که ما دو تا همسایه متفاوت داریم که با اینا ما از لحاظ هیدروپلیتیک در آینده مشکل بسیار جدی حتی سه چهار همسایه داریم که با اینا مشکل خواهیم پیدا کرد اما دو همسایه جدی مشکل, مشکل مشکل جدی خواهیم پیدا کرد که پاکستان و ایران است ایران گرچه رشد نفوسش خیلی متعادل است منظم است سرسماور نیست گرچه دیگه آخر زمین های تشویق زیاد نفوسه حکومت ایرانم داشته اما پاکستان نفوسش رشته سرساماور داره و تا 20 سال دیگر دچار مشکل آب آشامیدنی میشه پاکستان که جدا با افغانستان مشکل خواهند داشت و ما با هیچ از این کشور یا کشورهای که ما آبای مشترک داریم نامه آبی نداریم و جز یک مورد که ما با پاکستان روی آب دریای کنر که یک بند برق مشترک ایجاد شوه به یک توافق رسیدیم که اگر روی این کار مشترک بتونیم انرژی برقی تولید کنیم با کشورهای دیگه امسای خود ما متوافقات آبی نداریم اما شما میفهمید که آب ملکیت است که بین امسایان نظر به قوانین بین ملی تقسیم میشه عقابه هیچ کشور آدم نمی‌تونه کم کنه و همچنین کسی دیگه حق عق نداره عقابه بیشتر از یک کشور بگیره ما فهمیم که تغییراتی که در وضعیت دنیا آمده هم میشه سبب منازات اما اما یک گام یک گام اگر به عقب برگردیم که شما اشاره کردین چقدر افغانستان توانسته تا بالا استفاده کنه بحث عدم مدیریتش یک بحث جدا است اما بحث تحمیل اراده کشورهایی که از منابع آبی افغانستان استفاده میکنند مثل پاکستان و ایران یک بحث مستثنا است که ما شاید توقف کارهای بند برق ما بودیم توقف, توقف پروژه ما بودیم بیشتر که او مناطقی که آبای افغانستان منتهی میشه به هم در پاکستان و هم در ایران و بحث که پاکستان یک بند برق کرده بود به کمک مالی چین که سر حکومت هم برای انداخت حرکت هایی است که میدونه اوریان بکنه این مناظره به شما گفتم که ما با هیچ کشور همسایه موافقت،, موافقت نامه یا قرارداد آبی نداریم البته با ایران ما مشکلات ما به خاطر روشن شدن عقابه به این دو کشور از زمان جنگ از گریت گیم زمانی که روس و انگلیس ها در منطقه نفوذ داشتند و تا در زمان حکومت قاجار و زمان حکومت عبدالرحمن خان انگلیس ها پا در میانی کردن که بتونن یک قرارداد آبی بین افغانستان و ایران امضا شود که نشد و البته با خط مرزی مشخص شد بعضی جا که اون ضرورتی بود که ما باید خطوط مرزی افغانستان را ترسیم میکردیم در مرز ایراد اما مسئله آب مرغاب ارغنداب و آب مرغاب و هیرمند و هریرود ارگز در, در یک حرکت فعال موافقتی نبوده همیشه گاگای این گفتگوها بسیار به شدت آغاز می شد باز وقفه ای فروکش می تا زمان که و حالا اگر اصل پرسش چقدر قابل نگرانی بود به پارلمان افغانستان تا مدت زمان یک بحث بس بسیار جدی است و ممکن است به یک منا... م... کشمکش کلانتر تبدیل شود ولی در گذشته هم قابل نگرانی بود به پارلمان افغانستان گامایی برداشته و این بار پارلمان افغانستان سخت نگران است چون مسئله آب یک مسئله بسیار بزرگی و شدی خواهد شد و سبب جنگ ها خواهد شد هر چیز دوتر باید ما این مشکلات حل کنیم و از جای دیگه که ما میبینیم منابع گلیشیر یک بندان ها در, در, بسیاری نقاط دنیا حتی در حالا در پارلمان چی کارای صورت گرفته این مدت؟ پارلمان یعنی طرفدار از است که یعنی پرو اکشن آغاز یک حرکت بسیار اما با طرفداری خود نمیشه فعال داشته باشن تا بتونیم ما عقابی خود و همسایه رو مشخص بسازیم و به شکل قانونی به استاندارد بین المللی بتانیم توافقات درست و مناسب به نفع افغانستان باشه الا طرفداری کدام کار عملی رو انجام نداده که میشون امور بین الملل و که میشون محتزیست با تأصف که بسیاری کارهای دیگر در دردی اول یا اولویت بود و به این مسائل که حالا به تازگی اشرف غنی سفری که به ایران داشت این مسئله شروع شده و واقعا هم. یک بحث بس بسیار مهم بس. است همچنین با پاکستان این بحث داریم ای که مثلا جهیل اورال سال به سال خشک میشه و همچنین از آب دریای آمو با باید شاید استفاده بیشتر کنیم و اگر زراعت افغانستان میکانیزه شود مدرن شود و دنیا به ما کمک کنه به ما یک زیر ساخت سبک در رشد اقتصاد افغانستان از آبای دریا مو استفاده بیشتر کنیم و این سبب خواهد شد که همسای دیگه بسیار بس 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 مشکل بس خواهد شد بسیار زیاد تشکر برمیگه به آقای دکتر ریمی البته بس منازعه آبی یک بس بسیار جدی است و طبیعتا وقتی که بس منازعه مطرح میشه بس اعمال فشار طرف قدرتمند هم امرایش هست آیا فکر میکنین که این منازعه با ایران و پاکستان با توجه به اهمیت که دو دوست ما در میز مطرح کردن یک چالش جدی بر حکومت کابل خواهد بود؟ حکومت افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما و مهمانان حاضر در بس uh, تا امروز او چیزی که بیشتر به چشم خورده خصوصا در چهار دهه گذشته uh, مناقشات در افغانستان و مشکلاتی که وجود داشته عمدتا نگاه حکومت, ها حکومت های ما را نسبت به بحث مدیریت آبی در واقع متوجه نکده یا ما عمدتا در قسمت کاری از پیش نبردیم مسئله اساسی همی است که آب کم کم به یک موضوع مهم در سیاست بیمدلی تبدیل میشه و دروپولیتیک یا سیاست آبی افغانستان موضوعی است که دیر یا زود باید سیاست افغانستان مجلس, مجلس و حکومت افغانستان در مورد از او به یک توجه جدی در واقع دست پیدا بکنند به این معنی که اگر ما توجه نکنیم همسایه ها از این بهره بردن هم پاکستان هم ایران هم ترکمنستان ولی و ما هم فعلا توان مدیریت آبی نداریم و مخاطر چیزی که در رابط ما با پاکستان و ایران بیشتر به چشم می خوره است که هم با تمام نگرانی ها و دل مشغول هایی که ما در داخل افغانستان داریم نسبت به ای که های افغانستان توسط کشورهای همسایه مورد استفاده قرار هنوز هنوزم بیشتر اونا مدعی هستن که حقابه ما داده نمیشه یا در واقع میزان آبی که به اون سوی مرز در واقع میرسه کمتر از چیزی است که مورد توافق بود البته جناب وکیل صاحب اشاره کردم درستی هم که ما هنوز هیچ استفاده محف... نشد نامه ای که مجلس این تصویب کرده باشه را نداریم ولی خب یک موافقت نامه بین دو حکومت در زمان موسی شفیق و هویدا در ایران بوده که بر مبنای از او کماکان فشار میرن بر حکومت افغانستان که باید او رعایت بشه در حالی که تغییرات اقلیمی که و ساده اشاره کردن و وضعیتی که خوشحالی که در منطقه وجود داره واقعا نیاز به یک تجدید نظر یا اساسا ایجاد یک راهبرد مشخص در مورد مدیریت آبی کشور خصوصا در بحث رودخانه های بین که ما با کشورهای همسایه ایران و پاکستان خصوصا داریم و تا رودخانه های مرزی که داریم با کشورهای آسیای میانه و ترکمنستان با, ترک با دقیق قسمت ما یک تمرکز داشته باشیم اما مثل که سایر موارد در اولویت نبوده توجه نکردیم در این موارد هم همین قسم بیشتر از اینکه آب در افغانستان به مسابقه یک فرصت برای حکومت افغانستان مطرح بشه بیشتر عامل تهدید بوده که باعث شده که ما پروژه هایی که داریم در قسمت مدیر آبی با نگاه منفی کشورهای همسایه رو برو بشه و نتاریم به این قسمت دستاور داشته باشیم من فکر میکنم که یک سیاست انفعالی در این قسمت داشتیم مثل سایر ما این قسمت های دیگه در حالی که حالا چی کارهایی باید میشد که نشد؟ خب اولین گامی است که به صورت مشخص ما در وزارت خارجی افغانستان که جناب استادم فکر کنم قسمت کار کرده بودن این مقداری در مرکزی پژوهش های مجلس که ما نداریم البته باید ایجاد شود در کمیسیون های مجلس و روابط خارجی که در این قسمت ما به صورت منسجم در همکاری با هم ارگان های مختلف کار بکنن که شناسایی بکنن حوزه های آبی افغانستان هم پتانسیل هایشان هم میزان در واقع آبی که داریم و چگونگی مدیریت از برای تعامل با همسایه ما لازم است که هم با پاکستان هم با ایران در مورد البته ایران شکی نیست که رودخانه های مثل که اشاره شد اینها کشورهای همسایه هم حق استفاده دارن این موضوع فقط مربوط به افغانستان نیست رودخانه دجله و فرات بین اردن ترکیه و عراق رودخانه نیل بین مجموعه کشورهای شمال آفریقا در این مورد ما باید بتانیم که به صورت مشخص و واضح با همسایگان در مورد حقابه ای که دارن یا تقسیم در واقع به یک دستورالعمل مشخص برسیم که منافع ملی ما در رأس از باشه. این قسمت ها بیشتر ما سیاست های فصلی عمل کردیم گاهی اوقات که مثلا کمابی بوده از اون طرف هم داده بداد شده شاید از این طرف یک بخشی شده باشه و گاهی اوقات هم که این مسئله خیلی در فصول در واقع پرباران مورد مطرح نبوده آب به صورت بیرویه سرازیر می شده و مورد استفاده قرار می گرفته آلا هم یک چیزی که حداقل در مورد هیرمن ما بیشتر متوجه هستی که در اون سوی مرز به صورت با ایجاد چاهای نیمه آب افغانستان مورد استفاده قرار می گیره. اما ما در این قسمت هنوز نتونستیم به چارچوبی دست پیدا بکنیم که امی آبی که در افغانستان خارج میشه به صورت منظم اگر خارج از امو حقابه است و چیزی که ظاهرا بین حکومت ها موافقت شده بتونیم که یک استفاده مالی داشته باشیم یا حداقل بفهمیم که ای آبی که در به خارج کشور سرازیر میشه ای آب ثروت ملی افغان است و باید از ثروت ملی افغان ها به درستی یک نکته خبری شروع کردین رئیس جمهور در سفرش به ایران کارت سبز بس آب را هم با خود حمل هرچند بس مهاجرین یک بس جدا از مسائل کلانتر مثل منازات آبی است اما یک چالش است که همواره میتونه با اونو یک فشار سر ما استفاده شد هم پاکستان هم ایران چقدر ظرفیت مدیریتی در درون حکومت وحدت میری با اون یک مشکل آنی و جدی وجود داره که حداقل از این کارت سبز با نفع افغانستان استفاده شده در برابر تا با ضررش پیشتر شما شارکده. خو خوش از این حداقل که داخل دا قسمت رئیس مرگانی اشاره کرد که در واقع موضوع مهاجرین رو با موضوع آب یعنی تو بحثی که به منافع ملی افغانستان مرتبط است رو با هم گریز زد البته فکر کنم جناب استاد فهیم هم در سفر بودن شاید تاکیداتشان یا مشوره که داشتن تاثیر مثبت داشته در دا قسمت ولی گپی است که هنوز هم در داخل گفتم به صورت فصلی ممکن است که موضوع مرتاج قرار بگیره اما هنوز یه ذهنیت به وجود نامده که آب به مسابقه یک سرمایه ملی در افغانستان باید که به گونه خیلی مشخص و دقیق در وزارت خارجه و ارگان های مربوطه مرتوجه قرار بگیره بحث مدیریت آب در افغانستان من فکر میکنم که شاید در او که فعلا در حکومت هم وجود داره به این موضوع به مسابقه اولویت پرداخته نمیشه اما مدیریت آبی افغانستان میتونه بخش عمده ای از نیاز با... اولا مدیریت نگم فقط بحث همسایه ها نیست در داخل افغانستان برای استفاده آب در امورات صنعتی و کشاورزی و اقتصادی و همینطور در بیرون از افغانستان به مناسبت یک صادرات و خارج از بحث حقابه‌ای که ما باید داشته باشیم اینا اگه مرتوجه قرار بگیره خود یک فرصت است برای در واقع اواید ملی افغانستان برای منابع ملی افغانستان و فقط یک مدیریت میخواد یک سازوکار مناسب میخواد برای اینکه هم بتونیم با قواعد به امدلی سازگاری داشته باشه هم منافع ملی افغانستان در این چارچوب مورد توجه قرار بگیره ایران فراموش نکنیم که کشورهای بالادست همیشه یک 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 برتری رو دارن نسبت به همسایه ها و از این برتری خود باید به خوبی استفاده بکنن خصوصا که ما فهمیم در ایران دشت سیستان و مجموعه در واقع اولسپالی های کتراب از واس استان سیستان و بلوچستان به شدت وابسته است به در واقع حوزه آبی هامون در این قسمت افغانستان کمتر تانسته که از این برتری خودش در سیاست خارج خودش استفاده بکنه شاید برای اولین بار بود که رئیس جمهور غنی به زیرکی موضوع ماجرین رو مسئله پیوند داد و من فکر می کنم که یک نکته مثبت بود علی رغم تمام در واقع انتقادایی که وجود داره ولی ما اگر بتونیم کم کم یاد بگیریم که چگونه از داشته های خود ما در داخل چیزی که به مسائل منطقی پیوند میخوره بتونیم در روزه منافع ملی استفاده کنیم حداقل گام به جلو بسیار زیاد تشکر آیا بس آب یک بس جدی برای یک ده بعد یا 20 سال بعد در افغانستان خواهد بود آیا ظرفیت مدیریت استفاده از منابعی آبی افغانستان با عنوان یک نگرانی که دوستان ما در بحث مطرح کردن چیز قابل حساب شده است یا هنوز همه در خواب غفلت هستند و آیا می توانیم از کارت سبز آبی منابع آبی افغانستان منابع مالی خود فر بسازیم یا هنوز هم من از منابع آبی ما کشورهای دیگه استفاده خواهد کردن یک وقفه کوتاه بعد از وقفه زود برمیگردیم با سلاچ را. سلام مجدد برای تعامل ما محمد سیر فیض بیت کنم میزبانی برنامه هستم بیشتر گفتم آیا بحث آب بحث تعیین کننده برای ابزار دیپلماسی کشورها در 20 سال بعد خواهد بود و افغانستان تا چی حد ظرفیت استفاده از منابع آبی خود خواهد داشت آیا آب یک کارت سبز در کاربرد سیاست های منطقوی و مرزی افغانستان است یا به عنوان یک جاله که همواره افغانستان در گیر خواهد ماند آقای فهیم چقدر بر بگردیم این ظرفیت اینجا با توجه به شرط موجود از شما وجود داره من یک تذکری میخوام در این مورد بتم که افغانستان با همسایه خود چند تا و معاهده دارد در دا مورد تثبیت وضعیت حقوقی رودخانه یک معایده در سال 1351 بین افغانستان و ایران به امضا رسیده بود که او معایده تقریبا در روابط دو کشور نافذ است فیلند به اساس از اون مایده کشور همسایه ما ایران یک حقابی مشخص برش پیش بینی, شده, شده. و همچنان یک ماهیدی دیگه داشتیم ما با اتحاد شوروی که در چارچوب از اون معاهده رودخانی آمو به عنوان رودخانی مرزی شناسایی شده و برای بر کشورهای هم جوار رودخانی آمو برای استفاده از آب آمو حق برابر و مساوی در نظر گرفته شده که کشورهایی که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، جانشین اتحاد شوروی شدن با توجه به اینکه این معایده معایده مرزی است و معایده مرزی را، معایداتی که مرز کشورها را تعیین میکنه کشورهای جانشین ملزم و مکلف و پیروی از مفاد از او است نمیتونه که در, در محتوای از او تغییری وارد بکنه ای دو داریم بناهن وضعیت حقوقی رودخانه آمو مشخص است و وضعیت حقوقی رودخانه هلمند مشخص است در مورد بقیه رودخانه ها انوز متاسفانه که با کشورهای همسایه خود مثل یکم تشکیه چقدر آب ما به پاکستان میره و چی میزان آب به ایران میره که اهمیت زیر را در کنیم ببینیم چقدر موافقت ما وجود داره اه ببینین یک چیزی است که متاسفانه ای ایسایی که ما دا اختیار داریم این ها برمیگرده و به ده ها سال قبل دقیق من نمی که چقدر قابل استناد هستند به اساس ایسایی که در دهی پ پینجای میلادی جمعوری شده در, دهی پینجای خورشیدی جمعوری شده ظرفیت آبدیهی حوزی دریایی کابل که بالاخره به با با طرف پاکستان را پیدا میکنه چیزی در حدود 21 میلیارد متر مکعب است که در بهترین حالتش ما چیزی در حدود 3 تا 4 میلیارد متر مکعب آب استفاده, آب استفاده, میکنیم و بقیه از وارد کشور همسایه ما پاکستان, میشه و یک مسئله دیگه هم در این حوزه وجود داره که یک مشکلی که عملی که ما با او مواجه هستیم این حوزه تقریبا اکثرا اراضی کوهستانی است زمین زراعتی قابل کشت وجود نداره آب فراوان داریم اما زمین قابل کشت بسیار محدود که زمینای زمین های قابل کشت هم توان آبیاریش متاسفانه ما نداریم و در این طرف به اساس معاهده که راجع به آب رود هلمند در سال 1351 بین ایران و افغانستان به امضا رسیده ایران حق داره که در هر ثانیه 26 بیست متر مکعب آب از دریای هلمند استفاده بکنه که طبعا این میزان ثابت نیست نوسانی است با در نظر داشتن نوسان آب در فصل های مختلف این میزان استفاده میتونه تا 100 متر مکعب افزایش پیدا بکنه و گاهی وقتا تقلیل پیدا بکنه و اصلا آبی وجود نداره که اونها استفاده, استفاده بکنن بنابراین در مجموعه به طور متوسط که بس، بسنجیم ایران حق ازیر داره و از اون از اون معایده که 820 میلیون متر مکعب آب سالانه استفاده بکنه از از آب دریای هلمن. اما در عمل ایران تا 20 سال گذشته چند برابر او چیزی که در معاهده پیش بینی شده اینو استفاده کردین حتی در این سالهای اخیر که ما سال سال شاهد خوشسالیای دوامدارم بودیم میزان استفاده سالیانی ایران از آب رود هلمن چیزی در حدود دو میلیارد متر مکعب آب از سالانه و به این شکل در مورد, مورد آمو آمو یکی از رودخانه های پر آب آسیای میان است که تقریبا حیات در آسیای میانه وابسته به دو جریان رودخانه ای است که سیهون و جیهون یا آمو دریا و سیر دریا به اساس معایدهی که ما با اتحاد, اتحاد شوروی داشتیم هم اتحاد شوروی که در, در ساحل شمالی رودخانی آمو قرار داره و وارسینش جانشینایش فعلا تاجکستان و, و ازبکستان و ترکمن، ترکمنستان،, ترکمنستان هستن و این طرف در, طول خط ساحلی رود آمو تنها افغانستان قرار داره از, از تا, تا انتها. افغانستان حق برابر حق استفاده مساوی داره و ظرفیت آبدهی آمو بسیار بالاست چیزی در حدود 70 میلیارد متر مکعب یا 70 چند میلیارد متر مکعب آب ظرفیت آبی سالانی از او پیش بینی شده با در نظر داشت تغییرات اقلیمی در بدترین حالتش شاید به 50 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا, قایش پیدا کرده باشه که ما حق استفاده از 50 میلیارد متر مکعب آب در دریای آمور داریم اما در عمل متاسفانه که در مجاورت در دریای آمو روستاهای بسیار زیادی هستند که مردم در اون روستاها با آب آشامیدنی دسترسی ندارن و همچنان دشتهای بسیار وسیع هستند که قابل کشت هستند اما به دلیل کمبود آب ما نتونستیم از آب از او استفاده بکنیم و همچنان رودخانه مرغاب 98 فیصد آبش 98 فیصد, آبش وارد ترکمنستان میشه یعنی ما از رودخانه مرغاب هیچ نوع استفاده کرده نمیتونیم و رودخانه هری رود یک مقدار وضعیت آبش بسیار محدود است چیزی در حدود یک و نیم میلیارد متر مکعب ظرفیت ظرفیت آبدهی داره که متاسفانه استفاده بسیار کم میشه چرا بسیاری ورسوالی های رود که در مجاورتی رودخانه قرار دارن اصلا مردمش با واشا آمیدنی دسترسی نداره و زمین ها بدا 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 های زیادی با توجه این که گفتین اهمیت آب ده سال بعد یک اهمیت معادل و نفت است و بیشتر منازات بین المللی هم مبتنی بر سیاست آبی استوار خواهد بود حالا افغانستان تا چی حد متوجه امی کارت سبز خود شده هرچند در بحث آخر سفر جمهورگانی در ایران قسمت مطرح شد در برابر اهرم فشار ماجرین اما ظرفیت استفاده از منابع آبی یک بحث بس بسیار حیاتی برای تمویل مسائل اقتصادی که افغانستان که شدیداً نیازمندش است با, 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 با عنوان یک منبع و به عنوان مدیریت منابع آبی یک بحث مجزا است چقدر امین مدیریت ظرفیت این مدیریت در این حکومت وجود دارد اصلا ببینید اون جناب استاد رحیمی اشاره کردند حساسیتی که فعلا در افغانستان ایجاد شده بیشتر از زادی زیادخواهی های متاسفانه کشور های همسایه است اونا بیشترین استفاده را هم از رودخانه های ما میکنن اما هم، همواره به خاطر توجه را افکار عمومی را از, از اصل موضوع منحرف منحرف بسازن افغانستان متهم به نقض حقوق آب می و و همواره هم به صورت مستقیم و غیر, مستقیم مذاکرات مختلف خود با موضوع آب ارتباط میتن و این بیشتر از این است که در طول سالیان گذشته و همچنان در شرایط موجوده که افغانستان در گیر بحران های داخلی خود بوده و قربانی اشغال و تجاوز قدرت‌های های بیرونی بوده ما نتونستیم استفاده درست بکنیم و این آبا به مو شکل به طبیعی جریان پیدا کرد وارد کشورهای همسایه شد و کشورهای همسایه روی هر قطری از اینا سرمایه گذاری کردند آب شهرها را تامین کردند به عنوان مثال فرضاً جمهوری اسلامی ایران در مجاورت مرز چانیمه های را حفر کرده یا از دره های طبیعی از گودال طبیعی استفاده کرده و اونا را مسدود کرده میلیارد ها متر مکعب آب دوجه زخیره میشه و حتی از, از او چانیمه ها لوله بزرگ, بزرگ اینا احداث کرده که آب شهر زایدان تامین میشه و حال ده فکر ازی هستن که تا ای آب و به کرمان جاهای دیگه جاهای دیگه انتقال بدن و و همچنین در پایان دست رودخانه هری رود, حری رود ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران صده را احداث کردن به نام صد دوستی که صد دوستی ظرفیت ذخیره سازی یک میلیارد و 250 میلیون متر مکعب آب داره و از پشت صد دوستی لولی کشیده شده که آب شهر مشهد تامین میشه و همچنان مشترکان دو کشور 50 هزار هکتار زمین با استفاده از آب پشت سد دوستی آبیاری میکنن در حالی که و همچنان حیات در 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 صوبه وابسته با آب دریای کابل است ببینین بی به و مسئله دیگه ای است که آب اهمیتش بیشتر از نفت است آب اهمیتش بیشتر از معادن است به خاطر ازی که بدون نفت زندگی امکان پذیر است اگر انرژی نباشه زندگی امکان پذیر است که تمدن های تاریخی گواه ادعای ماست ما در دوره که تمدن فراینه در کنار, در کنار رود نیل احداث شده از, از انرژی خبری نبود وقتی وقتی که بوم بوت بامیان ساخته شده از کرن خبری نبود از نفت و گاز خبری نبود از برق خبر نبود یا یا فردن از تمدن تمدن نوبهار بلخ وقتی که ساخته شد از بخ خبر نبود با مو خاطر است که بعضی از دانشمندان به با این باور هستند که میگن تمدن ها آب محور هستند هر جایی که نشانی از تمدن می بینی در کنار رودخانه بوده با مو خاطر است که ما بین و نهرین میگیم ما ورا نهر میگیم یا تمدن فرا، فراینه, فراینه میگیم بناهن آب زندگی است آب حیات است بدون آب زندگی امکان, امکان پذیر نیست بناهن ما اتا وارد به صلاح متاسفانه این منازعه شدیم نیازی نیست که ما انتظار ده سال 20 سال گذشته آینده را آینده را بکشیم متاسفانه ناخواسته وارد از این ای منازعه شدیم نال بستگی به این داره که از این موقعیت خود از این فرصت از این فرصت ما چگونه میتونیم می استفاده بکنیم جناب استاد اشاره کردن جناب وکیل هم صحبت های داشتن ما در داخل باید امی ظرفیت ایجاد, ایجاد, بکنیم افکار عمومی باید آگاه شود نسبت به اهمیت اینمی ماده حیاتی نهادهای در داخل کشور باید تاسیس شود تحقیقاتی باید انجام شوه آماری که از گذشته ها به جا مانده اینمی آمار دوباره تجدید نظر شود من عرض کردم پیشتر که در گذشته ها 301 میلی میزان بارندگی سالیانه بود اما ممکن حالا 200 میلی به 200 میلی متر کاهش پیدا کرده باشد چنانچه در در درمی حوزی هامون که که حیات هامون ها یا طالاب های هامون اکال ایرانیا علاقمند از این هستند که به نام محیط محیط زیست یک حقابی بسیار جداگانه بدست دست بیارن و این از طریق رسانه ها بار بار در مورد از این صحبت های, های شده و و طبعا این موضوع موضوع مهم است بعضی ایسایان نشان میده که میزان بارندگی در منطقه نوسان بوده در در 20 سال پیش 30 سال 30 سال پیش میزان بارندگی به 120 میلی متر میرسیده حالا به 6 میلی متر کاهش ای این ای 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 تهدید همزمان با تغییر اقلی اقلیمی اقلیمی بسیار جدی تر هم بلد هست بلد یک بحث بس بسیار جدی را مطرح کردین حالا ظرفیت که افغانستان باید ایجاد کنه استادم روش اشاره کرد آدم شاک زده میشه از زمان که همیت آبا میبینه و تدیدا و نگرانی هم ناشی از او برمیگردیم جناب آقای انجینیر زکریا در پارلمان افغانستان چقدر تلاش یا فکر ایجاد ظرفیت استفاده از منابع آبی ما حداقل یک رکن نمایندگی از مردم وجود داره یک, چیزی است که شما هم احمد اشاره کردین مسلما که پالمون افغانستان نگران ازی است تا که پیشتر گفتیم که اوضاع آبی افغانستان درست ارزیابی کنند و ایده در مناسبات رشد اقتصادی افغانستان و در بخش های دیگه بتونه از استفاده درست شود تا هنوز داخل افغانستان اوزای آبی افغانستان و امکانات از زی، آبای زیرزمینی ای که به طور مثال اگر اقلیم تغییر میخوره و دنیا نیازش به آب زیاد میشه افغانستان میراق تمام منازات بین میشه چی را کارای سیاسی ما امروز تدارک ببینیم که به این مشکلی بری نشیم و همچنین برای آینده چطور بتونیم آبا را ذخیره کنیم در کجا با چه امکان که وقتی که آب کم میشه اقلیم تغییر میخوره یا استفاده بیشتر از آب میشه مثلا در آمون سیستان چند علت در پلیزی که بارش کاهش باران بسیار بعد اعلا بوده بلکه استفاده در اثر خانه ساختن طالابا یا در را از بین بردن و استفاده بیش از حد در جایی که مثلا شیوه زراعت تغییر دادن یک سبزی کمتر آب کار داره یک نوع نبات بیشتر آب کار داره این چیزا سبب میشه که آب در حوزه کم شود حتی این میره باید ما کنترل کنیم چون کل باز ای دن... ای دنیا کل باز... مستر... متمرکز به می است که تا تا ایدم حکومت افغانستان حکومت پیشین تا اتا حکومت وحدت ملی تایید اهمیت ازیره به گونه درک نکرد تا یک نهاد را که استادم پیشنهاد کرد یک نهاد تحقیقی باید در ارتباط به وجود داشته باشه تا برنامه و راهنمایی تا را به دولت افغانستان و برنامه عملی شود اما در پارلمان افغانستان ما دو کمیسیون داریم یکی کمیسیون محیط زیست و یکی کمیسیون هم روابط بین الملل که بیشتر برمیگرده روی این نقطه آیا این کمیسیونها ها سر مقدمات یا خاکی مشکل کار کردن یعنی هر دو کمیسیون مثلا نگرانی خود دارم کمیسیون روابط بین المللی در قسمت موافقت نمایی روی آبای افغانستان نگران است که باید شکل قانونی را بگیره سبب منازعات بعدی نشه و همچنین استفاده نادرست از آب و ساختن آب و خراب ساختن محیط زیست نه تنها بر انسان ها خوب نیست بلکه آیات اوهوش در خطر مندازه امی رقم که ایرانیان روی زیست استدلال میکنه باید افغانستان هم استدلال کنه که در حوزه آمون سیستان تغییرات زیاد آمده در دلدلزار از بین رفته مردم به زمین زراعتی تبدیل کرده شاید برای یک بخاطر که نفوس رشد کرده نیاز به زمین است که زراعت کنند اما در کلیت باید باید کنترل شود به حیات وحش، به حیات زیست پرنده ها و دیگر حیوانات هم توجه شود که در این مورد حکومت خوب لازم است درست است که ما مالک آب هستیم اما به این آب حالا حالا یک سوال دیگر از شما بگو مطرح بکنم قرار است بین کابل تهران یا کابل اسلام آباد بحث منازیابی شدت میگیره و بالاخره به خاطر رای حلش دو دولت کش میکنه که یک رای توافق دیپلماتیک را امضا بکنن حالا هر توافق دیپلماتیک یا موافقت نامه دیپلماتیک مستلزم تصویب شما هم در پارلمان است احتمالا این مسئله ارجاع بر شما چی پیش بینی از جانب شما وجود داره تا حداقل مفاد حکومت افغانستان در توافق نامه حفظ شود اگر افغانستان یک فعالیت سیاست بسیار فعال به کار ببره با همکاری همسایه خود از آبای افغانستان استفاده درست شوه مثلا ما آب را در مواسم آبخیزی زخیده کرده بتانیم بندهای برق تشکیل ایجاد کنیم که همسایه از استفاده کنه در توضیح آب بین خود و همسایه و پروژه و پلان درازمدت داشته باشیم اگر از آب ما درست استفاده کنیم زمین های بایر و لمی از روی افغانستان سرسبز سر بسازیم ای در درجه برندگی کمک میکنه برای ما که دیگه دو چهار سالی نشیم حتی کوهای خود ما میتونیم با امکان آب سرسبز بسازیم و این سرسبزی برای ما برای همه شاید برای دو قرن دیگه کمبود آب رفع کنه اما اگر ما یک سیاست فعال در قسمت آبای خود نداشته باشیم فرض کنیم نیت ما با همسایا خیلی خوب یا خیلی بد اما نسبت به خود ما باید خوب باشه اگر با کمک کشورهای همسایه میشه با های بین المللی قراردادهای بین المللی بتونیم آبار درست تقسیم کنیم مشترکاً به حمایت کشورهای همسایه و دنیا از آب استفاده کنیم تا بتونیم محیط زیست افغانستان را به طور کل تغییر بدیم زمینهای خشک سرسبز شه کوها سرسبز شه درجه بارندگی به با یک ریت معین به یک درجه معین همه ساله بسیار در نوسان خطرناک نباشه بشریت به این فکر رفتیده که باید زندگی در خودشان در حد کنترل خود داشته باشه درست است که اقلیم بعضی وقتها کنترل ها بیرون است اما در حفظ محیط زیست شما پروتکلای رو میبینید که در توکیو میزا میشه در مکسیکو میشه در دیگه کشورها که چطور بتونن مثلا موافقت که بتونن انسانها ها در خطرات حیاتی از لحاظ آب و افغانستان میتونه بهترین محیط زیست بر بشریت بر خودش و برای حیات پرنده ها و بسیار تشکر جناب مشروط به که ما بتونیم جامعه بین المللی استفاده, استفاده خوب بس اینجا سب و می کنیم چکر تشکر بر جمع میکنیم با جناب دکتر صاحب البته یک سوال چند بار تکرار میشه اما نظر به اهمیتش آسان میدونم چقدر این مشکل جدی است یک بار دیگه اگر با توجه به جمع خوب، افغانستان از کشورهایی است که هم رودخانه های مرزی دارن مثل آمو مرغاب و هم رودخانه متوالی داره مثل هیرمن مثل رودخانه کابل بنابراین و بلاز زرکت آبی اگر اشتباه نکنم حدود 70 میلیارد متر مکعب ظرفیت آبی است که فقط 15 میلیارد متر مکعب شاید در داخل افغانستان استفاده بشه یعنی بیشتر از 60 70 آبها سرازیر بشه این معنیش این نیست که در واقع ما صرفا به واسطه سرازیری طلبکار باشیم یعنی بد راهی پیدا کنیم که آبها رو مدیریت بکنیم در داخل افغانستان تا در اون صورت باز ما میتونیم که با همسایه وارد گفتگوی جدی بشیم پنج حوزه آبی هست اگر اشتباه نکنم به کلان که پنج حوزه آبی با این ظرفیت آبی و این استفاده بسیار کمی که ما میتونیم در داخل افغانستان داشته باشیم بنابراین گام اول مدیریت آب آبهای شیرین در داخل افغانستان است که ما در قسمت کشاورزی صنعت و اقتصاد افغانستان بتونیم استفاده بکنیم دومی بله دومی که در قسمت همسایه ها چیزی که بسیار مهم است اگر ما توان زیر نداریم که دا داخل افغانستان با ایجاد مثلا بندها با ایجاد آبگردانها در قسمت کشاورزی و توسعه صنعتی فلان استفاده بکنیم اما توسعه صنعتی مناطق مرزی خود باید منوط بکنیم به در واقع همکاری های آبی با کشورهای همسایه یعنی اینکه تجارت ما از طریق مثلا بندر چابهار از به طریق مثلا بندر گوادر ایجاد بشه یا کراچی و همچنین توسعه مناطق مرزی ما که ما در ولایت های در واقع همجوار سیستان این طرف و ای طرف اینا را باید ما بتونیم از طریق تعاملات جانبه فشار بیاریم که ما همکاری های آبی شما چون گفتیم یا پارک نمیتونیم ما در واقع مهار بکنیم اگر مهار نمیتونیم حداقل ایرا با یک قیمت مناسب قیمت منظور قیمت سیاسی است نه قیمت سرم پولی با کشورهای همسایه در واقع سرازیر بکنیم و اونها رو هم وادار بکنیم به همکاری در قسمت توسعه صنعتی در قسمت همکاریهای اقتصادی همکاریهای ترانزیتی با افغانستان من فکر می‌کنم که این اقدامات عملی هست چیزی که شاید یک نمونه شاید گفتیم که رئیس جمهور غنی خاص ای نشان بده و ما امکان از داریم اما در دراز مدت واقعیت با جغرافیای خاص آبی افغانستان که بشر اشاره کردم حوزه های آبی که داریم ظرفیت آبی آبی که داریم و که در واقع کشورهای همسایه در حال سرازیر شدن است نیازمند از است که ما یک سیاست آب مشخص رو یا یک هیدروپولیتیک رو در چارچوب در واقع سیاست خارجی افغانستان مرتاجه قرار بدیم از این بابت شکدهی به نهادهایی که به صورت مشخص یک قسمت کار بکنن یک آغاز خواهد بود از طرف نهادهایی مثل شورای ملی افغانستان وزارت خارجه و در این قالب من فکر میکنم که گامهایی که فعلا برداشته میشه به دلیل اولویت های امنیتی که فعلا وجود داره کمتر یعنی بهش پرداخته شده اما گبی است که آب خود امنیت است یعنی ما در درازمدت منظورم از درازمدت شاید 2 سال آینده نباشد در همین 5 سال پیش رو اگر به درستی بتونیم وارد بس آب افغانستان بشیم در تعامل با همسایگان آب میتواند هم تهدیدی برای امنیت ایران باشه هم تهدیدی برای امنیت پاکستان باشه و هم یک عامل ثبات دهنده برای افغانستان اما قبل از یک یک نکته خوب اشاره کردین که ما نمیتونیم تمام چیزها رو تحت توشوای امنیتی یا سیاسی خود قرار بتیم. باید تمام ظرفیت ها باید استفاده شود در جای مختلف اما قبل از او اگر منازات آبی بین کابل اسلام آباد کابل تهران شدت میگیره چی رای حل از نظر حقوق بین الملل وجود داره که طبیعتا معاهدات و کنوانسیون هایی وجود دارن که در قسمت چارچوب کلی رو فراهم میکنن اما نهایتا اون چیزی که در حل مناقشات آبی دو جانبه در واقع میتونه موثر باشه همون روابط دو جانبه است یعنی که افغانستان موقعیت بالادستی را داره بنابراین میتونه از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه برخی از خواسته های خودش در قسمت هم پیشتر اشاره کرده به مسائل اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی برای پاکستان و ایران تحمیل بکنه به شرطی که اولی مفکوره ایجاد شود که ما این ظرفیت داریم وقتی مفکوره ایجاد شد امکان استفاده از او فراهم خواهد شد در تعامل با همسایه ها م فکر می‌کنم که و یک بخش دیگری است که کلانتر است که چگونه افغانستان می‌تواند این ظرفیت آبی خود در داخل افغانستان برای توسعه اقتصادی، کشاورزی، زراعت و صنعت استفاده بکنه. مثلا بس تشکر بر بر افغانستان است وقتی ما این همه ظرفیت‌های آبی رو داریم بسیاریز. چرا نمی‌تونیم که از این ظرفیت آبی برای مثلا انرژی برق در افغانستان استفاده, استفاده کنیم, کنم. یا کشاورزی و صنعت؟ بسیار کار دکتر صاحب. از همه ما با تشکر از شما بیننده عزیز که تا این بس دنبال کردین شما میتونید دیدگاه نظریتون هم چون از طریق صفحه رسمی برنامه تعاول با ما فیسبوک برنامه تعاول با ما در میان بگذاریم تا بعد